انتشار فهرست ناشران و نویسندگان برانداز، وخامت وضع جسمی محمد نوریزاد، اعتراض نمایندگان مجلس به شیوه مدیریت رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، درخواست تجدید نظر در حکم جعفر پناهی، بازداشت شبانه 4 عضو حزب پانیرانیست، الزام کافینت ها به ثبت مشخصات کاربران، حکم نسرین ستوده نشانگر بی‌عدالتی مطلق در قوه قضاییه. در این بخش خبری توجه هموطنان گرامی را به اخبار جنبش سبز و حقوق بشری جلب می‌کنیم. فهرست ناشران و نویسندگان برانداز منتشر شد. اندیشکده راهبردی امنیت نرم در جزوه 64 صفحه‌ای با نام زمزمه‌های رنگی برخی ناشران و نویسندگان را برانداز خوانده است. به گزارش وبسایت آینده نیوز، در این جزوه که به واکاوی براندازی نرم در حوزه نشر هم معروف است، چند ناشر مطرح سالهای اخیر و ده ها نویسنده و مترجم معروف در حوزه‌های مختلف علوم انسانی به تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی متهم شدند. نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران 7 ناشری هستند که در این جزوه فعالیت‌هایشان براندازانه خوانده شده است. ایرج افشار، سید حسین نصر، حسین مدرسی طباطبایی، ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، خشایار دیهیمی، سیمین بهبهانی، علی اشرف درویشیان، محمود دولت آبادی، سید علی صالحی، محمد علی سپانلو، بهمن فرزانه، تورج رهنما و فروغ پوریاوری از نویسندگانی هستند که در این جزوه به عنوان برانداز معرفی شدند. در جزوه زمزمه های رنگی، نشر نی خط مقدم ناشران معارض با نظام اسلامی خوانده شده و جعفر همایی مدیر آن یکی از منتقدان جدی وزارت ارشاد در دولت نهم معرفی شده است. وضع جسمی محمد نوریزاد وخیم است. به گزارش وبسایت رسمی نوریزاد، روز شنبه دندانپزشک متخصص وی او را معاینه کرده و گفته است که او به علت عفونت شدید در فک و دهنان نیاز به جراحی دارد. دندانپزشکان زندان اوین نیز قبلا این مسئله را تایید کرده و دستور درمان فوری داده بودند، اما به علت گذشت زمان طولانی و اعتصاب غذای خشک وضع وی بسیار بدتر شده است. 75 نماینده مجلس به شیوه مدیریت رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اعتراض کردند. در روزهای گذشته 75 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به شیوه مدیریت سید صدرالدین شریعتی رئیس روحانی دانشگاه علامه طباطبایی شدیداً اعتراض کردند. به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، در این نامه به وزیر علوم هشدار داده شده که در برابر ریاست بزرگترین دانشگاه علوم انسانی سکوت اختیار نکند. این نامه را مرتضی آقا تهرانی، احمد توکلی و ابراهیم نکونام نمایندگان شاخص اصولگران امضا کردند. بر اساس این گزارش در بخشی از این نامه آمده است: نحوه رفتار دانشگاه علامه طباطبایی با مهدی طیب عضو هیئت علمی این دانشگاه و بازنشستگی اجباری اساتید و سکوت تاییدآمیز وزیر علوم ابهاماتی در نحوه مدیریت این وزارتخانه برای نمایندگان مجلس به وجود آورده است. نمایندگان امضا کننده این نامه هشدار دادند که در صورت سکوت تاییدآمیز وزارت علوم و نادیده گرفتن تخلفات مذکور به سؤال از وزیر و استیضاح او متوسل خواهند شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران ریاست شریعتی حدود 100 دانشجوی این دانشگاه به تعلیق از تحصیل محکوم شده و عده‌ای از استادان اخراج یا اجباراً بازنشسته شدند. سید صدرالدین شریعتی رئیس روحانی دانشگاه علامه طباطبایی در حدود یک سال پیش 12 استاد رشته اقتصاد توسعه را بازنشسته کرد که سبب انحلال گروه توسعه در این دانشگاه شد. او گفته بود که این اساتید گروه توسعه را به باشگاه سیاسی بدل کرده بودند. وکیل جعفر پناهی از درخواست تجدید نظر در حکم او خبر داد. فرید غیرت، وکیل مدافع جعفر پناهی، از تقدیم لایحه اعتراضی برای تجدید نظر در حکم این کارگردان سینمای ایران خبر داد. فرید غیرت به خبرگزاری ایسنا گفت روز 18 دی ماه لایحه اعتراضی در خصوص حکم صادره علیه آقای پناهی را تقدیم دادگاه کردم تا پس از تعیین شعبه با
در دادگاه تجدید نظر استان تهران اقدامات قضایی لازم برای تجدید نظر در این حکم صورت گیرد. او ابراز امیدواری کرد که مجازات 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی در دادگاه تجدید نظر شکسته شود. 4 عضو حزب پانیرانیست شبانه بازداشت شدند. روز یکشنبه 19 دی ماه، حجت کلاشی، مسئول سازمان جوانان حزب پانیرانیست، رضا کرمانی، دبیرکل سابق حزب پانیرانیست، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و شاهین زینعلی، عضو حزب پانیرانیست در کرج بازداشت شدند. به گزارش وبسایت رهانا، نیروهای امنیتی یکشنبه شب با ورود به منزل رضا کرمانی، این 4 تن را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. از دلایل بازداشت این 4 تن اطلاعی در دست نیست، اما ظاهرا در گذشت محسن پزشکپور، مؤسس و رهبر حزب پانیرانیست و برگزاری مراسم ختم او در روزهای آینده با بازداشت این افراد بی ارتباط نبوده است. پیکر پزشکپور که قرار بود روز دوشنبه در قلهک تشییع شود، یکشنبه شب تحت تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. کافینت ها ملزم به ثبت مشخصات کاربران شدند. مالک اجدر شریفی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت از این پس متصدیان کافینت ها ملزم هستند مشخصات کاربران خود را با درج کد ملی و زمان استفاده از رایانه ثبت کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شریفی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص استان آذربایجان شرقی گفت بیشتر تخلفات و جرایم رایانه‌ای در کافینت ها صورت می گیرد و ثبت مشخصات کاربران تا حد زیادی از وقوع جرم جلوگیری می کند. او همچنین شرکت مخابرات این استان را مکلف به تشکیل کمیته این نظارتی کرد و از این شرکت خواست که به کافینت های غیر مجاز خدمات ندهد. در این جلسه خلیل اللهی دادستان تبریز از تشکیل شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در تبریز خبر داد و گفت برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی، نشر اکاذیب و حذف حیثیت افراد از مهمترین جرایم رایانه‌ای در کشور است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر، حکم نسرین ستوده نشانگر بی‌عدالتی مطلق در قوه قضاست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران محکومیت 11 سال حبس وکیل برجسته حقوق بشر نسرین ستوده را نمود دیگری از بی‌عدالتی مطلق در قوه قضا خواند و گفت این حکم باید توسط دادگاه تجدید نظر فسخ شود. نسرین ستوده به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ارائه خدمات حقوقی و وکالت و همچنین 20 سال ممنوعیت از خروج کشور محکوم شده است. قاضی وی را به 5 سال حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، 5 سال به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم سخنرانی و 1 سال حبس برای تبلیغ علیه نظام محکوم کرده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این حکم را بسیار عجیب و ناعادلانه خواند. بازجویان نسرین ستوده مکررن به وی گفته بودند که ما نمی‌گذاریم کمتر از 10 سال زندانی به تو داده شود. هادی قائمی، سخنگوی کمپین، گفت این حکم هیچ پایه قضایی و حقوقی ندارد و با هدف حذف یکی از مدافعین پیشرو حقوق بشر از عرصه فعالیت صادر شده است. وی افزود نسرین ستوده هیچ قانونی را نقض نکرده است، اما به دلیل تعهدش به قوانین ایران و قوانین بین‌المللی در سیستم قضایی ایران که اصرار به نقض حقوق بشر دارد زندانی شده است. نسرین ستوده وکیل مدافع عده زیادی از کسانی بوده است که بعد از اینکه حق خود را در اعتراض به انتخابات مورد مناقشه سال 1388 اجرا کردند، به صورت خودسرانه دستگیر و محکوم شدند. محکومیت نسرین ستوده جزئی از یک حمله سازماندهی شده علیه وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در ایران است. در تاریخ 17 دی ماه، شیوان ازرهاری، یکی از بنیانگذاران کمیته خبرنگاران حقوق بشر و یک کنشگر اجتماعی شناخته شده، به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. در تاریخ 8 آبان سال جاری، شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، وکیل برجسته ایرانی محمد سیفزاده را به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از حرفه حقوق محکوم کرد. نسرین ستوده که مادر 2 فرزند است، در تاریخ 13 شهریور ماه 89 دستگیر شد. حبس وی برای مدت طولانی در سلول انفرادی و محرومیت وی از تماس با خانواده و وکیلش باعث شده که وی با 3 بار اقدام به اعتصاب قضایی خشک برای اعتراض به شرایط زندان و نقض آیین دادرسی در پروندهش با خطر مرگ روبرو شود.
وضعیت جسمی نسرین ستوده به حدی وخیم شده بود که وقتی بالاخره به فرزندانش اجازه داده شد تا وی را ملاقات کنند، از دیدن وی دچار شوک شدند. در آذر ماه امسال اتهامات جدیدی علیه ستوده مطرح شد و مسئول ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی وی را به دلیل مصاحبه‌هایش در زمان وکالتش محکوم کرد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص پرونده وی در تاریخ دوم آذر ماه 89 ابراز نگرانی کرد و گفت: من خیلی نگران هستم که پرونده نسرین ستوده بخشی از یک سرکوب بسیار گسترده تر است و اینکه وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران در حال سخت‌تر شدن است. هادی قائمی گفت: این محکومیت در کنار محکومیت سایر مدافعان و وکلای مدافع حقوق بشر بیانگر بیتوجهی کامل نسبت به هنجارهای تعیین شده توسط جامعه بین‌المللی برای محافظت از حقوق بشر است. وی افزود: این حکم به وضوح نیاز به برخورد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با بحران حقوق بشر در ایران را نمایش می‌دهد.